ایده ساخت فیلمی راجع به کسانی که شناسنامه ندارند، در واقع اجازه داشتن هویت رو در ایران ندارند، سالهای پیش از فیلم برداری فیلم خواب نیلا در باغ بهشت انگوری به ذهن من رسیده بود. من بزرگ شده مشهد هستم و خب در اون شهر افراد بسیار زیادی هستند که به دلایل مختلف شناسنامه ندارند. عزیزان افغان هستند، بچه هایی هستند که به هر حال حاصل یک عشق هستند و یا حاصل یک همخوابگی و یا صیغه ازدواج موقت، که این جریان، این داستان خیلی سال ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود، به خاطر اینکه بعد از اینکه شروع کردم به تحقیق کردن، خب متوجه خیلی وسعت این جریان شدم که در تمام ایران در واقع این مسئله یک معضلی هستش و این همه آدم رنگارنگ بین ما زندگی میکنن در حالی که کاغذ ندارن، شناسنامه ندارن، بچه‌هایی هستن که مدرسه نمیتونن برن، بیمارهایی که درمان نمیتونن بشن و و و مسائل مختلفی که هست. این فیلم راه مادری رو نشون میده در طی چند سال که تلاش میکنه برای دخترش شناسنامه بگیره، برای دوتاییشون یه زندگی آروم رو بسازه. تلاش های اون هست برای حق گرفتن حق حضانت، حق تحصیل بچهش، و ما با همدیگه این فیلم رو تونستیم در واقع در مکانهای مختلف دولتی و همینطور در منزل اونها فیلم برداری کنیم و در واقع باید این رو هم بگم که به دلیل محدودیت زمانی در این فیلم خیلی از صحنه ها حذف شدن و همینطور به دلیل محافظت از به هر حال افراد اون خانواده که در جریان این ساختن این فیلم نبودن و ما نمیخواستیم که بعداً برای اونها مشکلی پیش بیاد، خیلی از صحنه ها رو حذف کردیم که میتونست شاید فیلم رو حتی برای تماشاچی نمیتونم بگم جذابتر، شوک برانگیزتر کنه، اما بسنده کردیم به همون قدری که الان به هر حال تماشاچی ها در فیلم میبینن که فکر میکنم به این شکلش هم تا به حال دیده نشده. این فیلم در همچنین در دادگاه خانواده، در مدرسه‌ای که اون زمان خب اون کودک دلش میخواست اونجا تحصیل کنه و همینطور در حرم امام رضا برای ما سخت‌ترین موقعیتی بود که باید توش فیلم برداری میکردیم، ولی امروز که به عقب نگاه میکنم وقتی خودم فیلم رو میبینم خب اصلا باورم نمیشه که ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. ولی اگر که از من بپرسید که چی باعث شد که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، میتونم بگم که خواستن، اینی که میخواستیم، من و لیلا در اون زمان واقعا میخواستیم که این کار رو انجام بدیم، این فیلم دیده بشه و شاید از طرفی هم برای من به عنوان فیلمساز عشق به اون کودک، به نیلا، و اینی که فکر میکردم شاید وقتی که این فیلم ما بتونیم این فیلم رو تمومش کنیم، و خب مسلماً هدف این بود که بعد از اتمام فیلم اونها از ایران خارج بشن، بتونه یک آینده دیگه‌ای برای حداقل یه بچه به وجود بیاد. و خب مسلماً نکته که بسیار مهم هست برای من همچنان این اطلاع رسانی هست و اینکه ما فرهنگ سازی کنیم بین خودمون در کشور ایران
از مقابل این واقعیت هایی که در جامعه کم هم نیستن همینطوری رد نشیم و کمکی کنیم برای تغییر این ظلمی که به این قشر میشه، به خانواده های این بچه ها، به خود این بچه ها. و خب موضوع بچه هایی که از طریق حالا بدون ثبت یک ازدواج به دنیا میان، این تنها مسئله نیست. کلن اینی که ما بچه هایی داشته باشیم، افرادی باشن که بدون داشتن هویت در بین ما باشن، خب این یک اتفاق بسیار بسیار غیر انسانی هستش. و من بسیار امیدوارم که این فیلم قدم شاید خیلی خیلی کوچیکی باشه به طرف اینکه ما بتونیم این واقعیت رو تغییرش بدیم در ایران حداقل. اسم فیلم خواب نیلا در باغ بهشت انگوری برگرفته است از شعری که نیلا خودش گفته. و اولی اسم دیگه داشت فیلم، اسم فیلم بود سایه های پرنده. و بعد از اینکه نیلا این شعر رو گفت و توی یک مصرعش باغ بهشت انگوری داشت و من و ناخودآگاه یاد به حال حرم و انگور و امام رضا و اینا انداخت، تصمیم گرفتم که این اسم رو روی فیلم نگه دارم. و از دید من این فیلم جدا از تمام اتفاقاتی که قبل و بعد و در حینش افتاد برای تک تک ما با هم و بی هم، کاری هستش که اصلا ازش پشیمون نیستم. و به نظرم تمام ماهایی که زن زندگی آزادی رو مهم میدونیم که میدونیم، باید آماده از دست دادن باشیم. اینی که من فکر میکنم ماها باید آماده از دست دادن یه چیزی باشیم. حالا برای یه نفر اینه که دیگه نتونه برگرده به جایی که عاشق اونجاست، یا اینکه آماده با روبرویی با خطرهای مختلف باشه که از سمت جمهوری اسلامی ممکنه بیاد. برای یه نفر دیگه یه چیز دیگه. من اصلا پشیمون نیستم از ساخت این فیلم و امیدوارم که هرچه بیشتر، مثل همین الان که داره اتفاق میفته، هر روز شاهد بیرون اومدن فیلم‌های مخفیانه مستند و داستانی از ایران باشیم تا روزی که اصلا دیگه لازم نباشه که فیلمی مخفیانه فیلم برداری بشه. تا آزادی.